اتفاقی که در واقع در ترم پاییز یا نیم سال اول تحصیلی امسال در دانشگاه افتاد یک شرایط میشه گفت بی سابقه شاید در تاریخ جنبش دانشجویی بود. تا زمانی که به فرجه امتحانات نرسیده بودیم تقریبا هر روز در تمام دانشگاه ها، اگر نگیم در بسیاری از دانشگاه ها، در واقع اعتراضات وجود داشت به اشکال مختلف، از طریق تحصن، از طریق تجمع، از طریق کارهای هنری که انجام دادن، سرودهایی که ساختن، پیام‌هایی که منتشر می‌کردن، دانشجویان اعتراض خودشون رو نشون می‌دادن و همراهیشون رو با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی. از اون طرف حکومت هم از تمام ابزارهای خودش برای سرکوب استفاده کرد. حالا همین عدد بسیار زیادی که از بازداشت‌ها گفته شد، تعداد خیلی زیادی از دانشجویان بازداشت شدن، خیلی هنوز در زندان هستن. احکام انضباطی و محرومیت از تحصیلی که صادر شد، ممنوع الورود کردن بسیاری از دانشجویان، تماسایی که با خانواده‌ها و خود دانشجویان گرفته می‌شد و تهدید می‌کردن اونها رو، مجموعه ابزارهایی که حاکمیت می‌تونست داشته باشه رو به کار گرفت و سعی کرد که به نوعی فضا رو کنترل کنه، سرکوب بکنه دانشجویان رو، اما می‌بینیم که موفق نشد و تا این لحظه، تا اون پایان در واقع ترم، به هدفی که داشت نرسه. تمام خواسته حکومت این بوده که در واقع به یه نوعی فضا رو کنترل کنه، به تبعات دیگه‌اش نگاه نمی‌کنه، به اینکه برای این وضعیت چه لطمه‌ای ممکنه به آینده این دانشجویان بزنه، به آینده علمی کشور بزنه. فقط و فقط اون کنترل مهم است که موفق نشدن و حالا منتظر باید بود ببینیم در نیم سال دوم تحصیلی که فکر کنم از حدوداً 15 بهمن شروع بشه، در واقع از اون زمان این جدالی که بین حاکمیت و دانشجویان وجود داره به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد و دانشجویان چطور مقاومت میکنن در مقابل این سرکوب ها.